ناوهای جنگی آمریکایی در حال تبدیل شدن به معضلی جهانی. اعزام 3 ناو هواپیمابر آمریکا به حیات خلوت چین. برای دومین بار از سال 2017 میلادی به این طرف، آمریکا با اعزام 3 ناو هواپیمابر به حیات خلوت چین در حال ارسال پیام‌هایی برای پکن در دورانی پر تنش برای دو کشور است. این ناوها در شرایطی در اطراف دریای جنوبی که چین آن را متعلق به خود می‌دانند حضور یافتند که تنش‌ها میان دو کشور افزایش یافته است. نیروهای حاضر در این ناوها که در حال گشت‌زنی در منطقه هستند، رزمایش‌هایی را هم برگزار کردند. این رزمایش‌ها شامل برنامه‌های رزمی دفاعی و نظارت دریایی است. حضور ناوهای آمریکایی در اقیانوس آرام و دریای فیلیپین برای پکن نگران کننده است. چین در خصوص تحرکات نظامی آمریکا در منطقه به واشنگتن هشدار داده و افزوده است به هر قیمتی از حق حاکمیت خود حراست می‌کند. اقدامات آمریکا همواره موجی از عصبانیت را برای چین به دنبال داشته است که بیشتر مناطق و جزایر دریای جنوبی را متعلق به خود می‌داند. ارزش تجارت این پهنه آبی در یک سال به 3 تا 5 هزار میلیارد دلار میرسد و آمریکا متقابلا مدعی است که چین با ساخت و ساز جزایر مصنوعی و استقرار سامانه‌های دفاعی و تسلیحات در این منطقه قصد دارد گذرگاه‌های دریایی را تحت کنترل خود بگیرد. لی جیه، کارشناس مسائل دریایی در چین، میگوید که آمریکا با اعزام ناوهای هواپیمابر میخواهد خود را یک قدرت تاثیرگذار در منطقه دریای جنوبی نشان دهد و تهدیدی برای نظامیان چینی باشد. پاراسل و اسپراتلی دو بخش از مجموعه جزایر بسیار مهم و پرمنازعه در دریای جنوبی است که در زبان چینی به ترتیب شیشا و نانشا نامیده می شود. لی می افزاید که اگر قرار باشد آمریکا در منطقه حضور داشته باشد و عملیات کند، آن زمان چین هم برای جلوگیری از چنین اقداماتی در هر زمان مناسب و مقتضی رزمایش‌های دریایی برگزار خواهد کرد. آمریکا یک بار در سال 2017 میلادی، زمانی که درگیر تهدیدهایی از سوی کره شمالی و موشک‌های بالستیک این کشور شد، سه ناو هواپیمابر به منطقه اعزام کرد. این بزرگترین قدرتنمایی دریایی آن کشور از آن زمان تا کنون است. اما آمریکا در ابتدای تیر ماه نیز اقدام به اعزام 3 ناو به منطقه کرد. ناوهای هواپیمابر نیمیتز، روزولت و رونالد ریگان متعلق به آمریکا از دو هفته قبل گشت‌زنی‌هایشان را در اطراف دریای فیلیپین و سواحل غربی منطقه و آب‌های ژاپن شروع کردند. نیروی دریایی ارتش آمریکا روز گذشته نیز یک روز پس از انتقاد سران کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به آسئان از چین درباره فعالیت‌های افزایشی این کشور در دریای جنوبی، دو ناو هواپیمابر آمریکا در دریای فیلیپین واقع در دریای چین جنوبی رزمایش برگزار کردند. نیروی دریایی آمریکا در بیانیه اعلام کردن این رزمایش، دو ناو هواپیمابر این کشور به نام های USS نیمیتز و USS رونالد ریگان با هدف تقویت تعهدات پاسخگویی، انعطاف پذیری و استمرار ایالات متحده در توافقنامه های دفاع متقابل با متحدان و شرکای خود در هند و اقیانوس آرام شرکت کرد. گزارش می افزاید حضور سه ناو هواپیمابر آمریکایی به طور همزمان در اقیانوس آرام و برگزاری چنین رزمایش های جداگانه ای در زمان کوتاه بسیار نادر است. جورج فیکوف، فرمانده ناوگان پنجم دریایی ایالات متحده آمریکا، در این بیانیه گفت: ما از هر فرصت ممکن برای پیشبرد، تقویت توانایی ها و مهارت های خود در انجام عملیات جنگی استفاده می کنیم. نیروی دریایی ایالات متحده همچنان آماده مأموریت در هر نقطه جهان است. او گفت: این رزمایش نشانه تعهد ما به متحدان منطقه‌ای، توانایی ما برای سرعت بخشیدن به قدرت جنگی گسترده در اقیانوس های هند و آرام، حمایت از ثبات منطقه‌ای و آمادگی ما برای مقابله با همه کسانی است که هنجارهای بین‌المللی را به چالش می‌کشند. دو ناو فرمانده ناو لینکلن، حضور ما در منطقه نه برای جنگ با ایران بلکه برای بازدارندگی است.
دو فرمانده ارشد ناو آمریکایی آبراهام لینکلن که در آب‌های خاورمیانه حضور دارند به شبکه تلویزیونی CNBC گفتند افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس نه با هدف جنگ بلکه برای بازدارندگی ایران است. والتر اسلاتر و ویلیام رید دو تن از فرماندهان ارشد ناو آبراهام لینکلن گفتند حضور فعلی این ناو در شمال دریای عرب نقش بازدارندگی دارد و برای تضمین ناوبری در خلیج فارس و تنگه هرمز است. این فرماندهان همچنین تاکید کرده‌اند نقش بازدارندگی حضور آن برای برقراری ثبات در منطقه و آزادی ناوبری و تجارت است. آمریکا چند ماه پیش اعلام کرد برای مقابله با تهدیدهای جدید ایران ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را به منطقه اعزام می‌کند و اخیراً نیز کارزاری را برای تشکیل ائتلافی از نیروهای دریایی بین‌المللی برای اسکورت و تأمین امنیت کشتی‌های تجاری در خلیج فارس آغاز کرده است. به گزارش CNBC، ناو آبراهام لینکلن شامل 44 جنگنده، هلیکوپتر و سایر پرنده‌های نظامی و همچنین 5400 خدمه است و روزانه مبدأ و مقصد 80 تا 90 سورتی پرواز است. هشدار شدید ونزوئلا به آمریکا درباره تحرکات ناو USS نیتس. وزیر دفاع ونزوئلا پس از گشت‌زنی یک ناو آمریکایی در نزدیکی آب‌های سرزمینی کشورش به واشنگتن درباره هر گونه عملیات نظامی هشدار داد. به گزارش فارس، ونزوئلا گشت‌زنی یک ناو آمریکایی در نزدیکی آب‌های سرزمینی این کشور آمریکایی لاتین را اقدامی تحریک‌آمیز توصیف کرده و واشنگتن را به پاسخ قدرتمندانه تهدید کرد. ستاد فرماندهی جنوبی ایالات متحده آمریکا در بیانیه مدعی شد که این ناو در حال انجام عملیات آزادی تردد دریایی کرده است. گشت‌زنی ناو آمریکایی یک روز بعد از پهلو گرفتن یک کشتی ایران در یکی از بنادر ونزوئلا رخ داده است. ستاد فرماندهی جنوبی آمریکا در بیانیه‌ای که روی وبسایتش قرار گرفته، مدعی شده که ناو USS نیتس در منطقه بیرون از آب‌های سرزمینی ونزوئلا تردد کرده است. ولادیمیر پادرینو وزیر دفاع ونزوئلا در بیانیه این ادعا را رد کرد. در این بیانیه آمده است یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا در اقدامی تحریک‌آمیز به 30 مایلی سواحل ما نزدیک شد. نمیتوان از عبارت دیگری برای آن استفاده کرد. پادرینو هشدار داد چنانچه ناوشکن آمریکایی قصد انجام عملیات نظامی در آب‌های ونزوئلا را داشته باشد، پاسخ قدرتمندانه ای از نیروهای مسلح آمریکا دریافت خواهد کرد. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند ماه پیش اعلام کرد قصد دارد تجهیزات نظامی کشورش در دریای کارائیب را افزایش دهد. او گفت هدف از این اقدام مقابله با محموله‌های ادعایی مواد مخدر است. کشتی گلسان ایران که حامل مواد غذایی بود روز دوشنبه در بندر لاگ وایرای ونزوئلا پهلو گرفت. بر اساس اطلاعات سایت مارین ترافیک، این کشتی پس از 1 ماه و 6 روز سفر دریایی از بندر شهید رجایی ایران حرکت کرد و روز دوشنبه در مقصد لنگر انداخت. این نفتکش 17 ماه می یا همان 28 اردیبهشت 99 بندر شهید رجایی را ترک کرده بود. ایران از ماه آوریل تا کنون 5 نفتکش که مجموعاً حدود 1.5 میلیون بشک بنزین حمل می‌کردند به ونزوئلا که به شدت به سوخت نیازمند است ارسال کرده. این محموله‌ها اندکی از صف‌های طولانی در پمپ‌های بنزین این کشور کاسته است. پس از این رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی شده بود ایران احتمالاً ماهانه 2 تا 3 محموله بنزین به ونزوئلا بفروشد. برخلاف بیشتر نفتکش‌های ایرانی که سیستم رهیابی خود را برای دور زدن تحریم‌های آمریکا خاموش می‌کنند، 5 نفتکشی که به ونزوئلا رفتند سیستم AIS خود را خاموش نکردند. به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. برای دیدن موارد بیشتر به صفحه ما در اینستاگرام مراجعه کنید و همچنین صفحه ما در یوتیوب رو سابسکرایب داشته باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.